در این مثال شما دو تا بلوک مکعب مستطیلی رو می‌بینید که این دو تا بلوک مکعب مستطیلی دو تا کوپ داره بهش اعمال میشه. یه کوپل 100 نیوتنی اینجا داره اعمال میشه. خب میدونیم کوپ هم در واقع همون زوج نیرو هستش که دو تا نیروی خلاف جهت همدیگه ولی به لحاظ مقداری برابر هستن که خب حالا در یک فاصله دارن به قطعه ما اعمال میشن و چون این دو تا نیرو خلاف جهت همدیگه هستن همدیگه رو خنسا میکنن، ولی ایجاد یک تمایل برای دوران در قطعه در حقیقت ایجاد میکنن، تمایل به دوران در قطعه رو ایجاد میکنه کوپ، ولی خب برایند نیروی کوپ برابر با صفره. ما یک کوپلین پایین داریم که با یک زوج نیروی 100 نیوتنی اینجا اعمال شده، یک کوپلم این بالا داریم که با یک زوج نیروی پی اعمال شده که اندازه این نیروی پی برابر با 400 نیوتن هستش. خب حالا صورت مسئله از ما خواسته که این زاویه تتا اندازش چقدر باشه که این دوتا کوپ، یعنی این زوج نیروی 100 نیوتنی و این زوج نیروی 400 نیوتن که اینجا اعمال شده تحت زاویه تتا، همدیگر رو چکار کنن؟ خنسا کنن. میخواییم این دوتا زوج نیروی این پایین و این زوج نیروی این بالا همدیگر رو خنسا کنن. خب در قدم اول من میام اندازه کوپ رو برای این زوج نیروی 100 نیوتن محاسبه میکنم و خیلی راحت هستش، فقط باید یکی از این نیروها رو ضرب در فاصله عمودی بکنیم. فاصله عمودی این دوتا نیرو از هم دیگه چقدره؟ 100 میلیمتر. 100 میلیمتر رو اگر خواسته باشیم به متر تبدیل بکنیم میشه 1/10 متر، پس میشه 1/10 ضرب در 100 نیوتن که اینجا اومده برای ما محاسبه کرده. 1/10 ضرب در 100 نیوتن. اندازه این زوج نیروی ما شده چند؟ اندازه این زوج نیروی ما شده 10 نیوتن متر. خب این از این. حالا تو قدم بعدی باید برم چیکار کنم؟ این زوج نیروی بالایی رو باید محاسبه کنم. برای زوج نیروی بالایی من این فاصله، این بعد از این در حقیقت مکعب مستطیل رو دارم، یعنی این فاصله 40 میلیمتری رو دارم، ولی فاصله عمودی این دوتا نیرو از همدیگر رو ندارم. نکنید منظور از فاصله عمودی چیه؟ این حالا دارم از نمای بالا به این نیروی پی دارم نگاه میکنم. منظور از فاصله عمودی این در حقیقت اندازه دی هست. من 40 رو دارم ولی میخوام دی رو حساب بکنم. خب حالا تو این مثلث دقت کن، این مثلثی که با نقطه چین اینجا اومده ایجاد شده، 40 میشه وتر مثلث، بعد دی که فاصله عمودی این دوتا نیروی پی هستش در حقیقت میشه ضلع مجاور به زاویه تتا. خب زاویه تتا هم که مورد سوالمونه دیگه، ضلع مجاور با زاویه تتا با وتر چه رابطه ای داره؟ میشه 40 تا کسینوس در حقیقت وتر، که حالا وترمون اینجا 40 میلیمتره، میشه 40 میلیمتر ضرب در کسینوس تتا. 40 میلیمتر ضرب در کسینوس تتا میشه همین دی، میشه همین فاصله عمودی بین دوتا نیروی پی. خب حالا ببینید تو این رابطه نگاه کنید، پس اینجا میگم 40 میلیمتر. خب 40 میلیمتر رو باید بیام اول به چی تبدیل کنم؟ به متر تبدیل کنم. 40 میلیمتر به متر بخواد تبدیل بشه میشه 400. 400 ضرب در کسینوس تتا میشه همین فاصله عمودی بی، و 400 ضرب در کسینوس تتا رو باید ضرب در یکی از اون نیروها بکنم. خب یکی از اون نیروها هم اندازش 400ه و این 400 ضرب در این فاصله عمودی باید در حقیقت اون زوج نیروی دیگه که قبلا اومدیم اینجا حساب کردیم و شد 10 نیوتن متر رو باید خنثی کنیم، به تعبیری باید با هم دیگه برابر باشه. پس من میگم 10 برابر با 400 ضرب در حالا این فاصله عمودی که هست 400 در کسینوس تتا، از اونجا کسینوس، از اونجا در حقیقت من میام یک معکوس میگیرم از کسینوس تتا و تتای من میشه 51.3 درجه. خب یه مثال دیگه بریم حل کنیم. در این مثال من میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام این در حقیقت یه لینکی دارم که اومده توی نقطه O مفصل شده و حالا توی لحظه‌ای که من دارم مسئله رو حل میکنم، دقت داشته باشید مسائل استاتیک که ما حل میکنیم حالا میتونه یک مکانیزمی رو بیایم مورد تحلیل قرار بدیم، ولی
اون مکانیزم در حال حرکت دینامیکی نیستش، یعنی اون لحظه‌ای که ما داریم اون مکانیزم رو مورد آنالیز قرار میدیم از دیدگاه استاتیک ثابته. چرا؟ چون استاتیک مسائل ثابت رو داره حل میکنه. پس شما شکلی رو که میبینید در ذهنتون جابجا نکنید، حرکتش ندید. خب این اشتباه رو بعضن انجام میدن دانشجو. زمانی که من دارم این مسئله رو حل میکنم، نیروی 80 پوندی به موازات، یعنی در راستای افق داره اعمال میشه و این بازوی منم که توی مفصل او، توی نقطه او اومده مفصل شده، نسبت به افق تحت زاویه 60 درجه قرار گرفته. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام ببینم که اگر من این نیروی 80 پوندی رو انتقالش بدم به مفصل او، در حقیقت سیستم نیروی معادلم چی میشه؟ یعنی میخوام سیستم نیروی معادل رو به دست بیارم زمانی که این 80 پوندی رو انتقالش میدم به مفصل او. خب حالا بریم ببینیم چه جوری اتفاق میفته. نیا کن، 80 پوندی این بالا اعمال شده دیگه. خب این 80 پوندی رو من باید چیکار کنم؟ باید از این نقطه بالایی که اینجا هستش بردارم، بیام رو مفصل او بذارمش. خب که اومدم این کار اینجا انجام دادم، ولی خب همینطوری که الکی نمیتونم این کار انجام بدم دیگه، میام یک سیستم نیروی خونسا. سیستم نیروی خونسا یعنی چی؟ یعنی شما دو تا نیروی خلاف جهت همدیگه و برابر به قطعه اگر اعمال بکنید، هیچ اتفاقی برای قطعه نمیفته. مثل همین 80 پوندی که یکیش نوک پیکان به این طرفه، یک سمت اون نیروی دیگه به این طرفه. یعنی این دو تا 80 پوندی رو من هر جای این قطعه اعمال بکنم، چون دو تا نیروی خونسا هستش، هیچ اتفاقی برای قطعه‌ام نمیفته. خب من میام به مفصل او این سیستم این شکلی رو اعمال میکنم، یعنی 80 پوندی به سمت چپ، 80 پوندی به سمت راست. یکی از این نیروها، یعنی این 80 پوندی که به سمت راست هستش، با اون 80 پوندی بالا، این دوتا با هم دیگه چی درست میکنن؟ یه کوپل درست میکنن. خب پس من میام کوپلی که این دوتا با هم دیگه درست میکنن رو اینجا به دست میارم. برای به دست آوردن این کوپل باید فاصله عمودی بین این دوتا رو داشته باشم. فاصله عمودی این دوتا، یعنی از این رأس اینجا وصل کنم تا اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا، اینجا فاصله عمودی. خب این فاصله عمودی رو تو شکل بالا دقت کنید چی میشه. این فاصله عمودی، یعنی از اینجا تا اینجا. خب این فاصله عمودی مثلث قائم الزاویه برام درست میکنه دیگه، و این ضلعی که فاصله عمودی رو برام درست میکنه روبروی زاویه 60 درجه است. بعد تو کدوم مثلث قائم الزاویه؟ مثلث قائم الزاویه که وترش 9 اینچه. خب پس چون روبروی زاویه 60 درجه هستش، پس میشه سینوس. پس کافیه این وتر رو من زد از سینوس 60 درجه بکنم تا این فاصله عمودی برای من به دست بیاد. بعد این فاصله عمودی رو که من داشتم ضرب در این یک، ضرب در یکی از این نیروها بکنم، یکی از این 80 ها بکنم، به من کوپ رو میده. این اشتباه نکنید که دوتا رو ضرب کنید، یعنی دو تا 80 رو ضرب بکنید، یه دونه از این نیروها رو باید ضرب در فاصله عمودی بکنید. کاری که اینجا اومده انجام داده، گفته 80 ضرب در سینوس 60 درجه شده 624 پوند اینچ. این میشه چی؟ این میشه این کوپل اینجایی که ایجاد شده. خب پس ماحصل این دوتا نیرو میشه یک کوپل که اینجا به دست آوردم 624، و این تک نیرو هم که اینجا برای خودش میمونه. دقیقا مثل این هستش که من اومدم این کوپل رو از این نقطه انتقال شدم به این نقطه، ببخشید، این نیروی 80 پوندی رو از این نقطه انتقال شدم به مفصل او. خب این انتقال دادن برای من چی ایجاد کرده؟ برای من اومده و یک کوپل ایجاد کرده که این کوپل برابر هستش با 642 و اینم نیروی 80 من. ممنون از شما.